ای باد های سرد مخالف برم درخت، باید که ریشه های مرا جستجو کنید. ای باد های سرد مخالف، من ایستادم این سینم که خنجرتان را فرو کنید. بر من مباد تیغ شما زخمیم کند، شاید بخواه مرگ مرا آرزو کنید. این هفته با سه موضوع در خدمت آقای عزیز پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران هستم. حمله موشکی رژیم آخوندها به اقلیم کردستان عراق، ایرانگردی رئیسی پس از انتصاب به سمت ریاست جمهوری، مذاکرات وین و هیاهوی آخوندها درباره پیمان شانگهای. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. با سلام به شما آقای پاکنژاد گرامی، خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا. سلام از بنده است خدمت شما، سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو ایراوا، هم سلام عرض بکنم، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم آقای پاکنژادی، هفته موضوعات برای گفتگو زیاد هستند، پس با اجازهتون از حمله اخیر رژیم به کردستان عراق شروع میکنیم و سوالم این است که رژیم به چه دلیلی یا دلایلی مناطق مرزی کردستان رو موشکباران و توپباران کرد و آیا این اقدامش ارتباطی داره با خروج آمریکا از افغانستان؟ حرکاتی که رژیم تو این آرایش جدیدی که به خودش داده داره انجام میده، به خصوص از این حرکات، بیشتر برای نشون دادن همون ماهیت جنایتکارانش و جنگ طلبانش و به اصطلاح زندگی در میان تلاطمات داخلی و منطقه‌ایه. این همیشه کارش این بوده. این بمباران مقرهای سازمان‌ها و احزاب کرد ایرانی که دارن در مقابل سرکوبگری‌های رژیم مقاومت میکنن رو میشه چند جور تعبیر کرد. یکیش همین قدرت نمایی کاذبه برای روحیه دادن به مزدوراش، چه نظامی، سپاه، بسیج، که به طور خاص میخواد نشون بده که سپاه قدس فعال در خارج و اینا هم کماکان مثل سابق دارن به خصوص در منطقه خاورمیانه خودشونو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای نشون میدن. میشه گفت به عنوان دلیل دوم منحرف کردن افکار عمومی هم هست از نارسایی‌های اجتماعی، مشکلاتی که مردم با اون دست به گریبانن، مثل کرونا، قیام‌ها، اعتراضات، اعتصابات، همین تظاهرات اقشار مختلف مردم که الان در جریان در همه خیابون‌های شهرهای مختلف، بخواد اونا رو تحت شعاع یک به اصطلاح رویداد نظامی قرار بده. چون ببینید وقتی حمله میکنه تو این حرکت جنایتکارانش، اردوگاه‌ها و روستاهایی رو مورد حمله قرار میده که پر از خانواده و کودک و پیر و جوان و بیمار هست. اینا همه در معرض خطر نابودی قرار میگیرن با این بمباران ها و این چیزهایی که خودشون میگه با موشک های هوشمند. میشه بهش گفت اقدام تروریستی در واقع؟ بله بله، خب اقدام تروریستیه به طور قطع، یه حرکت ضد مردمیه بر علیه کرد و کردستان به بهانه حمله به پایگاه نظامی احزاب کرد، این کارا رو میکنه در اونجا. یه مسئله دیگه هم اینه که نفوذش رو تو کشور عراق به رخ دنیا بکشه و بگه به این کشور حمله نظامی میکنه، کسی هم جلو دارش نیست. یعنی اونجا خاک عراق و اقلیم کردستان به طور خاص زیر سلطشه، هر وقت بخواد بدون توجه به روابط، ضوابط و قواعد بین المللی میتونه اونجا تهاجم بکنه و کسی رو هم یارای پاسخ دادن نمیدونه اصلا. این بهانه هم که این احزاب و سازمان‌های کرد ایرانی در اقلیم کردستان امنیت رژیم رو به خطر میندازن و به این خاطر بهشون حمله نظامی میکنه کل ماجرا نیست. البته تو منطقه خاورمیانه در حال حاضر مسائلی در جریانه، رژیم هم سعی میکنه کماکان بگه که اون یکی از طرف‌های اصلی معادله منطقه است و با قدرت ایزایی که داره نمیشه اونو حذف کرد. اینو من در جواب به اون قسمت از سوالتون که گفتید آیا با خروج امریکا از افغانستان رابطه‌ای داره یا نه، به هر حال این رژیم باید در بحران زندگی کنه. مثلا الان زیر ضرب مذاکرات اتمی هست، در این حال توان ایستادگی در مقابل فشار غرب هم نداره. اتلاف وقت با همین مخالفت شرکای خارجیش روبروه و از نظر سردمداران رژیم ایجاد بحران‌های منطقه‌ای طبق معمول راهی که از این فشارها کم کنه. تو این مورد هم که به تحولات افغانستان مربوط هست یا نه، رژیم خیلی خوب میفهمه که اتفاقی تو این
کشور افتاده در همسایگی شرقی روی داده یک تحول استراتژیکی از طرف امریکا و متحدانش، و به دلیل اینکه طالبان به اصطلاح رقیب جدی برای رژیم هستند و این سادگی نمیتونه با این طرح‌ها مقابله بکنه و به طور واقع در موضع ضعف قرار گرفته و هر کاری هم که بکنه در موضع ضعف میمونه. حادثه سازی و حرکات نظامی برای جبران این ضعفی که الان داره، مثلا سردرگمی که داره، از نظر سیاسی هم تحرکاتی که داره میکنه همینو نشون میده. مثلا نگاه به شرقی که جدیدن با شرکت در پیمان شانگهای روی میز رژیم اومده و اونو سردرگم کرده بیشتر از همیشه، حاکی از همین موضوعه. آقای پاکنژاد، خب خامنه ای حالا فکر میکنه چون آمریکا از افغانستان خارج شده قدر قدرت منطقه است دیگه، ولی آیا این اقدام تروریستی مشکلی از خامنه ای حل خواهد کرد؟ فکر نمیکنم اصلا مسئله برای حل مشکلی از خامنه ای مطرح باشه تو این مورد خاص. چون تمام کاری که رژیم میکنه برای حل مشکلاتش هست، این یه چیز کلیه. هیچ حرکتی رو ابتدا به ساکن برای مثلا مردم انجام نمیده. اصلا نمیاد خارج از نیازهای نظامیش کاری بکنه. مبتکر یک کار درست نیست هیچ وقت. تمام سعیش حفظ وضع موجوده. هر تغییری، هر حرکتی، چه نظامی، چه سیاسی، چه سرکوبگرانه، همه و همه برای حفظ وضع موجوده. این کار هم بیشتر پیامیه به طرفای بین‌المللی که این رژیم با همون خصوصیات و توانایی تروریستیش میتونه برای اونا تو منطقه به طور خاص برای امریکا خطر ایجاد کنه. این عرض کردم قبلا. در گذشته هم از این روش ها با حمله به مجاهدین خلق در عراق و مقاومت استفاده میکرد. در حمله به نیروهای امریکایی و غربی هم کرده. ضربات کاری هم با اونا زده و با عکس‌العمل اونچنان شدیدی هم روبرو نبوده. البته اگر کشتن قاسم سلیمانی رو کنار بذاریم که ضربه نابود کننده بود واقعا برای رژیم، ولی در بیشتر موارد عکس‌العمل مهمی صورت ندادن. بنابراین حمله به پایگاه پیشبگران کرد در اقلیم کردستان عراق، اون چیزی که براش داره، یعنی این اقدام تروریستی، اون چیزی که براش داره محکومیت بین‌المللی بدنام شدن بیشتره، به جز این حاصلی براش نداره. خواستش اینه که فعالیت این احزاب رو متوقف بکنه، یعنی اینا رو به نقاط دور بفرسته. این پیامیه که این سران نظامیش میدن دیگه، میگن از اونجا باید اخراج بشن و از هر. برای این کار از نیروی نظامی و حمایت مزدوراش و وابستگانش تو خود اونجا استفاده میکنه. مثلا در همین منطقه اقلیم کردستان و در خود عراق، خب مزدورانش که فراوونن، وابستگانش فراوونن، هم نظر سیاسی هم نظر مالی و تروریستی. اینا اونجا رژیم تغذیهشون میکنه اینا رو. اینکه به نتیجه دلخواهش برسه بعیده، چون کردها ریشه در منطقه خودشون دارن و از حمایت مردمی برخوردارن، بخصوص در تقابل با نظام و آخوندها. میبینیم دیگه در گذشته هم اتفاق افتاده با همین تهدیدات و خواسته ها و زورگویی که رژیم داشته، هیچ وقت به نتیجه نرسیده. یعنی اون کاری رو که میخواسته در با اونا بکنه نتونسته بکنه. الان هم صحبت اینه که این منطقه حضور این نیروها رو ناامن کنه یا ناامن جلوه بده حداقل. و این مشکلی از خامنه ای رو تو مجموعه عظیمی از بحران داخلی و بین المللی به نظر من حل نمیکنه. اضافه میکنه به مشکلات خامنه ای؟ همونطور که عرض کردم، خب با محکومیت های بین المللی روبروه. بالاخره الان مثلا مقامات اقلیم کردستان گفتن ما نمیتونیم به این پاسخ بدیم. پاسخ اینو باید دولت مرکزی، دولت فدرال، یعنی هم دولت عراق بده. یعنی اعتراض میکنن به دولت خودشون که اینو باید جواب بده. و طبیعتا در این مورد روابط دولت عراق با رژیم تحت تاثیر قرار میگیره. حالا شدت و ضعفش خیلی مطرح نیست، ولی به هر حال یک نقطه کوری میشه بازم تو این روابط که الان دارن. مثلا دولت عراق با وجود همه این سازشایی که با رژیم میکنه، به خاطر همین نفوذ خرابکارانه که رژیم در اونجا داره، حالا به هر دلیل بخواد ساکتش کنه یا هر چی، ولی همین مسئله برای دولت عراق حمایت بین‌المللی رو داره. وقتی نظام رو محکوم میکنن، خب این پشت دولت عراق هم میگیرن به هر حال. ولی همونطور که عرض کردم، چیزی که هست میتونه یه مشکلی دیگه باشه برای خود رژیم. منتها دست بر نمیداره از این چیزا. بله، رژیم که همیشه به قول معروف بحرانزا و بحرانزی هست. آقای پاکنژاد، موضوع بعدی گفتگومون آقای پاکنژاد ایرانگردی رئیسی هست که بعد از گذشت بیش از 40 و اندی سال یک رئیس جمهور نظام بعد از نمایش انتخابات اونم اقدام به این کار میکنه. از اونجایی که رئیسی هیچ کاره هست، باید بپرسم هدف خامنه ای از اعزام رئیس جمهور اعدام به سفر مارکوپولو چه بود آقای پاکنژاد؟
تا اونجا که به سفرهای استانی رئیسی برمیگرده، این قبل از نشاندنش روی کرسی ریاست جمهوری، از اول سال 98 تا نزدیک شهریور سال 99، یعنی یک سال و نیم، این به عنوان رئیس قوه قضاییه بود دیگه. بله. این یه سفرهایی رو به این شکل میکرد، مثلا در زمین مدت به 16 تا از استانهای کشور سفر کرده بود. به عنوان کی؟ به عنوان رئیس قوه قضایی. همراه با کی؟ با سران قوه قضایی، همشون هم جنایتکار، دزد و با هزینه های زیاد برای این کارا. قرار هم بوده که اینا رو ادامه بده، یعنی این سفرها رو ادامه بده. اون روز اولی که خامنه‌ای قصد خودش رو از روی کار آوردن یک دولت حزب الله اعلام کرد، اون موقع دولت جوان گفت که دولتی روی کار میاد که دولت محرومانه، دولت تهیدستانه. این یعنی مشخص میکنه که خامنه‌ای از همون سالها به فکر این بوده، مخصوصا بعد از شکستی که از تو دوره قبل خورد این رئیسی از روحانی. برنامه‌اش این بوده که اینو بیاره و این زمین سازی ها از اون موقع شروع شده بوده که این شروع کنه به یک سری به اصطلاح از این سفرها. پس بنابراین جواب، یعنی علت، یا مثلا چطوری بگم، این سفرها کلن دلیل این سفرها قبلی ها و این سفرهایی که الان میکنه، پاسخ به همین حق بازی ولی فقیه. الان رفته به 3 تا استان سر زده، خوزستان، سیستان و بلوچستان، 3 تا استان به شدت محرومن. داریم میبینیم دیگه، این یارو میره اونجا، اونجا هم اعلام میکنن که رئیس جمهور میخواد بیاد به مشکلاتتون برخورد کنه. سفرهای تبلیغاتیه. خیلی ساده است که یه تعدادی از روستایان مثلا سال خورده رو برای استقبال از یک چنین جلادی بیارن و این مسئله عادیه، بالاخره احتیاج به برنامه ریزی نداره. اعلام میکنن این داره میاد، بیایید مشکلاتتون رو میخواد رسیدگی. خوب ادی هم جمع میشن، خواهان رفع تبعیض و مشکلات خودشون میشن. مشکلات مردم هم به قدری زیاده که از هر روزنه‌ای برای رفع اونا دارن تلاش میکنن. کار رئیسی پس بنابراین در این سفر رو تبلیغاتیه و پوچه، کسی رو هم گول نمیزنه. با وضعیتی هم که دارن کار زیادی در این مورد برای مردم نمیتونن انجام بدن، یا حتی میتونن بگم مثلا نمیخوان انجام بدن. حتی توجیه اون به همین سفرها برای مقامات درون رژیم خیلی سخته، به دلیل اینکه هزینه های گزافی به دوش خود مردم قرار میده. این مورد اعتراض الان در درون خود نظام، یک اکیپ امنیتی نظامی، دزد، مفخور، قاتل، آدمکش، که نشون دادن مشکلات مردم اصلا ذره ای هم براشون اهمیت نداره، اینو راه میافتن با این قاتل 67، اینور اونور میرن، هزینه های سرسام آور رو به این اختصاص میدن، عدد رقم های خیلی بالایی میگن این مقاماتی که افشا میکنن این چیزا رو در جنگ و دعوای درونیشون، و همش هم برای ظاهر سازیه. خود جلاد میگه که این سفرهای استانی برای آشنایی با مشکلات مردم و رفع اوناست. میخوایم چیزایی که خودش گفته، ظرفیت های اقتصادی رو ببینیم که چجوری بشه شغل ایجاد کنیم و تولید رو رونق بدیم. خب اینا که معلومه همش شعارهای کشکیه، مثل این که مثلا در عمر ننگین رژیم مشکلات مردم الان به وجود اومدن و این اومده اونا رو حل کنه. تمام تلاشش این بود که بگه این استانهای سیستان و بلوچستان استانهای محروم نیستن، استانهای مهمی هستند که مشکلاتی دارن و باید حل بشه. یعنی حتی از بردن کلمه محروم هم اینا چی هن؟ همین جلاد اجتناب میکنه. آره این که خامنه‌ای رو از زیر چیز. خلاصه تمام سعی خامنه‌ای اینه که دولت رئیسی و جلادان دیگه رو که روی کار آورده به عنوان یک دولت معمولی جلوه بده، اما ماهیت و عملکردشون، عملکرد جنایتکارانه اون از چشم کسی پوشیده نیست. خامنه ای گفته بود که مردم اعتمادی نسبت به نظام ندارن و این رئیسی رو فرستاده بود برای جلب اعتماد مردمی، درسته؟ بله این گفته بود، بله گفته بود که کم شده، یعنی خود این رئیسی هم همین رو تکرار کرد، اعتماد مردم کم شده به رژیم و ما الان داریم یه اقداماتی میکنیم که این اعتماد رو به دست بیاریم. اینو نه تنها اینا خامنه ای و رئیسی، بلکه خیلی از مقامات رژیم این حرفا رو زدن، چون دیگه چی بگن وقتی یه چیزی روشن همه مردم هم میدونن، همه دنیا هم میدونن. خب اینا خودشون اعتراف مخصوصا در دیره آقای پاک نژاد. چرا؟ خب این که مشخصه که دیره، اینا حرفه.
اینا فقط حرفه. مثلا این رئیسی از اول وعده‌ای که داده بود زمان چیزش، زمان کاندیداتوریش، همین آخر خب هیچ کدومه نمیتونه انجام بده. مثلا میره میگه آره هم. کار ایجاد میکنیم، خب چه جوری میخواد بکنه؟ واکسن رو نمیتونن حل کنن. واقعا یک میلیون خونه میخواد بسازه تو یک سال. یه میلیون گفته من میخوام خونه بسازم در زفران، که یکی اومده بهش گفته و یکی از مقامات اومده گفته آه چی داری میگی؟ مثلا میفهمی یه میلیون یعنی چی؟ 50 سال طول میکشه. واقعا به قول آقای جانسوز باید بره کلاس اکابر بشینه معنی شماره رو حداقل یاد بگیره. آقای پاکنژاد، موضوع بعدی مذاکرات وین هست که شما یک اشاره بهش کردید. بعد از گذشت 8 ماه هنوز به جایی نرسیده این مذاکرات و آژانس هم میگه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منظورم هست، میگه رژیم هیچ پاسخی در رابطه با سوالاتش نمیده. ولی توی این بین رژیم عقب‌گردهایی هم داشته در برخورد با آژانس. فکر می‌کنین عقب‌گردها بالاخره راه به کجا خواهد بود و رژیم آیا گزینه‌ای داره برای حل این بحران بین المللیش؟ خب اگه بخوایم مثلا مسئله اتمی رو در نظر بگیریم، از نظر خامنه‌ای حل این بحران زمانی میسره که اون و رژیمش به بمب هسته‌ای مسلح بشن. این چیزیه که خامنه‌ای میخواد برای حل این بحران، اگر اسمشو بذارن بحران، این بحران روابط بین الملل. تصورش اینه که با داشتن یکی دو تا بمب برای نظامش امنیت میخره، کسی هم یاری ایجاد خطر موجودیت براش نخواهد داشت. البته این مسئله از دید خامنه‌ای و این بیشتر ناظر به دخالت خارجی و سرنگونی نظام از طرف اوناست که همون بهش میگیم رژیم چنج معروفه. از این بابت اون فکر بکنه با بمب میتونه اینو به طور کلی حل کنه. از طرف خارجی یعنی شرکای رژیم تو سیاست مماشات، اونا تمام سعیشون اینه که این کار صورت نگیره، یعنی بمب به دست نیاره. اما اون راهی رو که انتخاب کردن، یعنی این مذاکره و مماشات، به رژیم این امکان رو میده که تو این مورد مانورهایی برای به اصطلاح کش دادن، خرید زمان تو این قضیه بده. تو این پیچ و خمای مذاکره و امتناع و نقض برجام و مسائل این چنینی هم رژیم فرصت خوبی داره تا به سرکوب داخلی بپردازه. یعنی واقعا از این استفاده میکنه. این راهیه که سالهاست میره، ازش هم تا حالا سود برده. قیام‌های مردم رو با شدت سرکوب کرده. صدای این شرکای مدعی حقوق بشرش هم در حد فقط غر زدن چنیده شده. یعنی برای فشار اونچنانی روش نذاشتن که هیچ کدومش مانع رژیم در اعمال سرکوب نشد. بنابراین همین وضع موجود برای رژیم مناسبه. درست تحریم هست، ولی امکان دور زدن تحریم هم هست. درست فشار هست و تهدید گاهی از طرف شرکای خارجی به خصوص در همین زمینه، نقض برجام هست، ولی کوتاه اومدن های مقطعی و قطره‌ای هم هست از طرف رژیم. این چیزی که داریم میبینیم، رژیم فهمیده که تو این اوضاع خطر موجودیت از طرف خارجی براش وجود نداره، اونا رو به بازی گرفته. اونا هم به این بازی رژیم تن داده. یعنی یه چیز روشنی، موضوع اصلی از طرف اونا اینه که اگه این رژیم سقوط کنه اوضاع نامتعین تر میشه، اونم کجا؟ در منطقه خاورمیانه. بنابراین تمام سعیشون در حال حاضر کشوندن رژیم به میز مذاکره است، اون مذاکره برجام با این شرطایی که گذاشتن. خب رژیم هم سر صبر همینجوری با این عقب انداختن ها که الان دولت جدید اومده تا بشینه و کارش چیز بگیره طول میکشه، یه دور عقب میندازه. در این حال هم همیشه میزنه و میگه که ما با شرط و شروط این کار رو نخواهیم کرد، وارد مذاکره نمیشیم، شرط رو ما تعیین میکنیم، شما تحریما رو وردارید و فلان کنید که ما وارد. چرا؟ چون الان این فرصت هست برای رژیم، فکر میکنه که این فرصت هست، بنابراین استفاده میکنه. عامل فشاری هم که مطرح میکنه در مقابل سرپیچی رژیم از برجام همون تحریمه که خامنه‌ای رو نمیترسونه. واقعا تو همین 4-5 سال گذشته که دولت امریکا به اصطلاح ترامپ در رأس کار بود، فشار خرد کننده از طرف امریکا به رژیم وارد میشد با تحریم‌های همه جانبه، با پاره کردن برجام، اون مسائلش با چین و فروش نفت، از طریق دور زدن تحریم‌ها تونسته این کار رو دور بزنه در عرض این چند سال. این وضعیت تغییر آنچنانی داده نشده. بعد از اینکه جلاد و اوورد سر کار، یعنی به نوعی تحمیلش کرد به دنیا، تو مقام تصمیم گیری در مورد این مذاکرات، البته تصمیم گیری های ظاهری، چون بقیه رو که خب همه میدونن که خامنه‌ای این کار میکنه،
تصمیمات اصلی رو میگیره. دیدیم که در مقابل تهدید رفتن زیر بند 7 منشور ملل متحد یه عقب نشینی کرد، یه قدم عقب نشینی کرد. مثلا راه بازدید آژانس رو باز کرد که بیان دوربیناشون رو تعمیر کنن برای شروع. اونا هم هیجان زده گفتن آه قبول کرد فلان کرد فلان کرد. ببینیم دیگه سازش یعنی چی. این باعث شد که تازه شورای حکام قطعنامه محکومیت هم نده، قطعنامه‌ای که قرار بود بدن. اورانیوم غنی کرده بیش از اندازه، نمیدونم فلز اورانیوم رو رفت طرفش، بسیار کارهایی کرده که این قطعنامه رو قطعی میکرد. ما تو اومدن و بعد دیدیم که قطعنامه ندادن. فکر میکنم این راهی که فعلا در پیش گرفته رژیم و از ضعف تصمیم گیری و قاطعیت این شرکا سوء استفاده میکنه، تا جایی که بتونه همین کار رو خواهد کرد. در رابطه با این چیزی که شما فرمودید، این کار رو خواهد کرد. معلومه که، ولی یه چیز هم روشنه که فشار پذیره. یعنی وقتی کوتاه میاد در هر مقدار، در هر مرحله، وقتی کوتاه میاد میگه خیلی خوب بیایید، برخلاف اون شعارهایی که میده، معلومه فشار پذیره. و این اون چیزی نیست که از چشم شرکای برجامیش پنهان باشه. بنابراین بحران اتمی اگرچه سال هاست، چند ساله با افت و خیزهای زیادی و افت و خیزهای مختلفی روبرو بوده، ولی یک بازی سیاسی بسیار خطرناک هم هست که از دو طرف، هم رژیم و هم شرکای برجامیش، برای پیشبرد سیاست‌های کلی‌ترشون در منطقه خاورمیانه با اون چیزی که بهش میگیم رقابت بین قدرت‌های بزرگ، این در حال انجامه. آخر عاقبت خوبی هم نداره واقعا. یعنی بر اساس چیزایی که مطلعن از جزئیات کار میگن، واقعا آخر عاقبت خوبی نداره، چون میتونه به جاهای باریک بکشه. و متاسفانه این وسط مردم ایران و منطقه خاورمیانه، اینا هستن که قربانی متامع قدرت‌های بزرگ و این رژیم ددمنش آخوندها میشن. این برای رژیم بحرانی نیست که به تنهایی قادر به حل اون باشه. به نظر من حل مسئله اتمی با فقط چیزی که همیشه میگیم با سقوط رژیم در قیام مردمی صورت میگیره و نه با مذاکره و بدوبستون‌های این چنین. درسته. آقای پاکنژاد، یک موضوع دیگری هم سر همین مذاکرات، البته بر بازرسان آژانس، بازرسان زن آژانس، میدونیم ماهیت آخوندها، رژیم آخوندها خب ماهیت ضد زن دارن، ولی این آزار جنسی که اعمال کردن بر بازرسان زن آژانس، فکر می‌کنید نمیدونم اگه تأثیری داشته باشه روی مذاکرات، یا اینکه این بازرسان رو بترسونن برای ورود بعدشون به ایران، نمیدونم چجور شما دارید توجیه میکنید؟ خب این حاصل همون مماشات دیگه، میدونه که اینجور اعمال و رفتار، البته چیزی که شما میگه درسته، اینا قبلا اصولا معموله. وقتی یک طرف مذاکره سرکشی میکنه، سعی میکنه اون کسایی رو که این وسط هستند با عنوان بازرس، میانجی یا هرچی هستند، اونا رو باشون بد رفتار کنن یا خوب رفتار کنن. این نشون دهنده اینه که وقتی این کارو میکنه رژیم، جدا از اینکه ماهیتشه، ماهیت ضد زنش رو مشخص میکنه چون به تعرض و به زنان کرده، ولی در این حال یه پیامی هم به اوناست که ما همچی به این سادگی قبول نمیکنیم که هر کس بیاد اینجا بخواد مثلا هر کاری دلش میخواد بکنه تو بازرسی ها، تو رفتن این ور اونور، این دست ماست. اینم گفتم صرفاً طرف های خارجی به عنوان یک چیز خیلی جزئی حساب میکنن، روش حساب نمیکنن به عنوان یه چیزی که باید عکس العمل نشون بدن. که ما اینکه دیدیم فقط خبرش رو داد، کسی چیز نیومد در این مورد بگه. بعد هم گفتن مثل اینکه اینجوری بوده، بد رفتاری شده. رژیم هم گفت اینا تبلیغات و آمریکا رو نکردن. متاسفانه. آقای پاکنژاد، آخرین موضوع که بخوام باتون در میون بذارم، پیمان شانگهای هست. یک اشاره کوچکی به این پیمان کردین شما. این روزها خامنه ای هم داره به وسیله اون به قول معروف با دومش گردو میشکنه. برون بگین لطفا پیمان شانگهای چی هستن و این هیاهویی که آخوندها رو انداختن برای چیه؟ تاریخچه این سازمان یا پیمان جوری که شما گفتید به سال 1996 برمیگرده. در آوریل اون سال، اون موقع رقابت‌های قدرت‌های بزرگ بر سر منطقه آسیای مرکزی همونجا که یه منطقه ژئوپلیتیک هست بالا گرفته بود اون زمان. خیلی پیمان شانگهای اونجا در ابتدا تو شهر شانگهای چین و اونم در ارتباط با مسائل امنیتی و خطرات مرزی بود، یعنی چیزایی که احساس می‌کرده در این مورد چین و روسیه، اینا باعث شد که اینو به وجود بیارن. اسمش هم گذاشتن شانگهای 5 که چین و روسیه و قزاقستان و قرقیزستان و تاجیکستان اون رو تشکیل دادن. یعنی این 5 کشور، شانگهای 5 از روی 5 کشور بود.
چند تا هم نشست داشت این سازمان. در پنجمین نشستش که در ماه ژوئن سال 2001 بود تو همین شهر شانگهای، بعد از اینکه ازبکستان هم به این پیمان پیوست، اینا کشورهای اقمار شوروی سابق بودن دیگه، بله. وقتی ازبکستان چون یه سری مشکل داشت در رابطه با خود امریکا و پایگاه امریکا، ولی بالاخره وقتی به این پیوست، یه بیانیه صادر کردن و گفتن که سازمان همکاری شانگهای تشکیل شده. هدفش هم به طور مشخص تو رقابت با پیمان ناتو و پیمان‌های دیگه مشابه این بود که بیشتر به خاطر نگرانی‌های این کشور در مورد قدرت گرفتن بنیادگرایی اسلامی صورت گرفت، که اینا سعی کردن به اینو گسترده تر بکنن این پیمان. ولی به طور کلی این سازمان در سیطره چین و روسیه است، حتی زبان رسمیش هم چینی و روسیه. بعدن در سالهای بعد هند و پاکستان هم به این سازمان ملحق شدن که دارای 8 عضو دائمی شد. چند کشور هم به عنوان ناظر توی این پیمان بودن، از جمله رژیم یعنی ایران که چیز کرد که حالا میبینیم به عضویت دائم این پیمان در اومد. مشکلی که رژیم ایران برای پیوستن به این پیمان داشت در درجه اول که نمیذاشتن بیاد، با مخالفت بعضی از این کشورهای عضو روبرو میشد و نمیذاشتن عضو بشه، تحریم‌های بین‌المللی بود. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل بود که این میتونست یه خطری باشه برای همکاری این سازمان با غرب. درست. یعنی یه کسی رو که اینا رو زیر قطعنامه‌های شدید شورای امنیت اگه اینا میپذیرفتند برای همکاری، تمام مشکلاتش رو روی اینا سرریز میکرد. یعنی هزینه داشته دیگه براشون. هزینه داشت. در چه رابطه ای؟ در رابطه با همکاری خود این سازمان، خود این پیمان با غرب، با کشورهای غرب، با امریکا به طور خاص. برای همین رژیم تا این زمان با عنوان ناظر بود، خلاصه نمیتونست شرکت دائمی داشته باشه. وقتی سال 2015 اومدن برجام رسمی شد، این مانع برداشته شد، چون تحریم ها برداشته شد و فرانی حرفا، این مانع برداشته شد که بعد زمینه درست شد برای این کاری که الان شد. همونطور که عرض کردم، این خود این پیمان ماهیتش امنیتی و نظامی بود و در تقابل با پیمان هایی بود که امریکا و غرب تشکیل میدادن اون موقع و تشکیل دادن. خود امریکا در سال 2005 تقاضای عضویت در این پیمان رو داد که قبول نکردن، چون به طور واقع خود این پیمان برای مقابله با امریکا تشکیل شده بود. درست. قصدش ممانعت از نفوذ امریکا تو کشورهای همپیمان خودش بود. قصدش این بود، میخواست که پایگاه‌های نظامی امریکا تو کشورهایی مثل همین ازبکستان رو اینا رو برچینه. و به همین خاطر تقاضاش رو رد کردن. ولی ببینید چه وضعیه که یک کشوری که خودش پیمان‌های نظامی چیز داره میاد در این هم میتونه شرکت کنه. یعنی میگم در و پنجرهش اونچنان نیست که بسته باشه، یا مثلا یه کشور هر کسی اومد و راه میدن اینجوری منظورتون؟ بله. یک کشور میتونه در چند تا پیمان متضاد هم عضو بشه و به اصطلاح خود. به هر حال مقامات رژیم در مورد این شرکت در این پیمان میگن که سود داره برای ما. چرا؟ چون باعث میشه که بتونیم کالاهامون رو سریعتر و ارزونتر از شرق و جنوب شرق آسیا به اروپا و منطقه دریای سیاه میشه اینا رو سریعتر فرستاد، ارزونتر فرستاد، و به این ترتیب رژیم میتونه با کشورهای عضو، همینش کشورهای عضو این پیمان، بدون داشتن بهانه تحریم ها و اون محدودیت های مالی، مبادلات مالی، تجارت بکنه. از این بابت میگن مقامات رژیم که این کار مفیده برای رژیم. این نگاه به شرقی که میگن برای رژیم بیشتر مسائل تجارتی و استفاده های تجاریه، چون نظر سیاسی حالا عرض میکنم یه جوری دیگه است. بله، من همین چیزایی تو ذهنم داشت میزد بعد بپرسم ازتون، چون با هم نمیخونم جو شما گفتین. بله، این ببینید کشور، خب این رژیم اینجوری میگن، مقامات رژیم میگن ما چیزمون، هدفمون از شرکت اینه که ما بتونیم به اصطلاح امتیازات مالی به دست بیاریم تو این تحریم ها با این کشورها، حداقل با این 6-7 کشور که بزرگ هم هستن. درست. مبادلاتی بکنیم که از نظر مالی مشکلی نداشته باشیم، به تحریم های امریکا و چیزهای مالی بر نخوره. کشورهای روسیه و چین هم با جذب رژیم به نوعی در مقابل اون چیزی که بهش میگن یک جانبه گرایی امریکا تو عرصه بین المللی برخورد میکنن، احتیاج دارن به گسترش و عضو جدید، و به طور خاص همین پیمان جدید امریکا و انگلیس با استرالیا هست.
که الان صحبتش هست تو همین روزهای اخیر، امریکا و انگلیس و استرالیا یه پیمانی بست که حتی استرالیا اومد قرارداد زیر دریای اتمیشو با فرانسه که یک قرارداد بسیار بسیار گسترده بود اینو لغو کرد و رفت با امریکا شریک شد. و یه نظر موقعیت استرالیا در اونجایی که هست با امریکا و انگلیس، این قرارداد الان به طور مشخص میگن این قرارداد در رقابت با همین چینه و به ضرر چینه. چرا؟ چون به هر شکل یک همچه چیزایی هست. در رابطه با شرکت رژیم هم همونطور که عرض کردم، اهداف اولیه این پیمان در اون سال 2001 مبارزه با بنیادگرای اسلامی و اسلامگرای افراطی بود، یعنی بر اساس همین میگن چیز به اصطلاح نظامی و امنیتیه. خود رژیم سردمدار بنیادگراییه، ولی این اومدن اینو پذیرفتن، یعنی برخلاف اون چیز. یعنی این نشون میده که چقدر اینا الان هول هول در رابطه با این تحولی که در افغانستان به وجود اومده و بعدش هم این قرار دادی که بین آمریکا و انگلیس و استرالیا در تقابل با چین امضا شده که خیلی مهمه، میفهمن که ابعاد قضیه در کجاست و چقدر وسیعه. برای همین سری رژیم رو آوردن قبول کردن. یعنی معلومه که ملاحظات سیاسی تو این مورد ملاحظات دیگه رو برای چین و روسیه به حاشیه برده. خب این از رژیم، اینم از کشورهای روسیه. برای چین هم اگه بخوایم به طور خاص بگیم برای چین مثلا این پیمان یا اومدن رژیم چه فایده‌ای داره، خود چین بزرگترین تولید کننده اجناس مصرفیه، این که واقعیه. بله. قاعدتاً همچه کشوری احتیاج داره به بازارهای مصرفی. رژیم هم ایران رو به عنوان یک بازار مصرف در اختیار چین میذاره برای صدور اون چیزایی که چین میسازه که خیلی هم نامرغوبه و خیلی همچی اعتبار نداره. اینا براش برای چین مزیت‌های قابل توجه داره. روسیه هم رو اون چیزی که حساب میکنه در رابطه با ایران، اون همکاری‌های راهبردی استراتژیک با ایران به خصوص در منطقه خاورمیانه و فکر میکنه براش تسهیلاتی فراهم میکنه رژیم. برای خود رژیم هم قراره، یا رژیم اینجوری تصور میکنه که با این کار بیشتر اعضای این پیمان که همونطور که عرض کردم قبلا به دلیل تحریم‌های آمریکا جلوگیری میکردن از اینکه رژیم بیاد تو این چیز، اینا روابط اقتصادی خودشون رو با رژیم در سابق به حال تعلیق درآورده بودن تماما به خاطر همین تحریم ها. الان با عضویت رژیم در این سازمان این محدودیت ها رفع میشه. این تصور رژیمه. فشارهای امریکا کاهش پیدا میکنه و رژیم میتونه یه سیاست خارجی جدیدتر و بازتری رو در پیش بگیره. اینا همش تصورات رژیم. البته اینا همش به نظر من خواب خیاله، به دلیل اینکه فشار امریکا کماکان بدجاست. هر معاملی با رژیم خطر تحریم رو برای کشورهای معامله‌گر با رژیم افزایش میده، یعنی بیشتر میکنه. از اون مهمتر چیزی که حل نشده مسئله برجامه. یعنی رژیم باید اونو با غرب حل کنه و این شرکای شانگهای تو این مورد، یعنی دستیابی رژیم به بمب اتمی، با غرب هماهنگن، با غرب همگامن، نه با رژیم. و این باعث میشه که نه منافع اقتصادی اونچنانی و نه گشایش سیاسی اونچنانی براش داشته باشه، برای رژیم داشته باشه، چه در دنیا و چه در منطقه خاورمیانه اینا رو نداره. میخوام بگم پیمان شانگهای درست نشده که ملعبه دست رژیم بشه برای حل مسائلش با غرب، بلکه از دید اونا این شرکت رژیم برای اینه که تعهداتی رو به عهده بگیره برای پیشبرد کار چین و روسیه، نه برعکس. دلیل عضویت رژیم توی پیمان شانگهای از نظر سیاسی خطرناک نیست برای این کشورها، برای خود چین و روسیه؟ چرا، عرض کردم که مثلا اینا اگه بخوان مشکلات رژیم رو به دوش بکشن و براشون ضرر داره، نمیکنن همچی چیزی. اصلا رژیم رو آوردن که یه تعهداتی بارش کنن، چون وارد یه تعهداتی میشه با این شانگهای، خب حالا جزئیاتش خیلی طولانیه اگه بخوام بگم، ولی وارد یه تعهداتی میشه که اصلا یعنی در جهت منافع چین و روسیه است، به نفع خودش نیست. چون همینطور که عرض کردم الان اون چیزی که رژیم داره باش درگیره چیه؟ همین مسئله برجامه و تحریم‌ها در رابطه با غرب. دقیقاً. یعنی یه کشوری رفته در این حال که داره با غرب مذاکره میکنه، زیر خطر غرب هست، رفته وارد یک پیمانی شده که به اصطلاح این مسائلشو حل کنه، ولی در این حال مجبور با اینا مذاکره رو پیش ببره. حالا خود این پیمان در حال حاضر مشکلات متعددی داره، معضلات زیادی داره.
یکی از معضلاتش اینه که هند و پاکستان که به این پیوستن، هند و پاکستان خیلی با هم اختلاف دارن، بله. یعنی اختلافات خیلی عمیقی دارن. اینا رو همه رو سرریز میکنه تو چی؟ تو همین پیمان. یعنی تصمیم گیری در این پیمان سر مسائل مختلف بسیار سخت میشه، چون این کشورها در رابطه با مشکلاتی که با هم دیگه دارن در تصمیم گیری هاشون در این پیمان تاثیر میذاره و سخت میکنه این مسئله. برابر این مجموعاً اگه بخوام خدمتتون عرض کنم، داستان شانگهای اینه فعلا به عنوان به طور خلاصه، داستان پیمان شانگهای و ورود رژیم اینه. رژیم هم الان و مقاماتش بسیار با احتیاط در این مورد برخورد میکنن، چون حد و حدودش که مشخص نشده، یعنی هنوز اول کاره. مشکلات رژیم از این به بعد که شروع میشه با این پیمان. چی بگیم والا، به خاطر ضدیت با آمریکا دست به کارهای احمقانه میزنن بعض وقتا، کشوری که با هم رقابت دارن. آقای پایین‌جاد خیلی ممنونم از وقتتون و توضیحاتی که دادین، براتون سلامتی و موفقیت آرزو دارم. منم از شما تشکر میکنم به خاطر دعوتی که کردید. شب و روز خوبی براتون آرزو دارم. کوچکترید از آن که مرا زیر و رو کنید، حتی اگر هر آنچه که دارید رو کنید. کوچکترید از آن که بدانید من کیم، از کوها نام مرا پرس و جو کنید. کوچکترید از آن که من را زیر و رو کنید، حتی اگر هر آنچه که دارید رو کنید. کوچکترید از آن که بدانید من کیم، از کوها نام مرا پرس و جو کنید. ای بادهای سرد مخالف منم درخت، باید که ریشه های مرا جستجو کنید. ای بادهای سرد مخالف من ایستادم، این سینم که خنجرتان را فرو کنید. بر من مباد تیغ شما زخمیم کند، شاید بخواه مرگ مرا آرزو کنید. کوچکتری از آن که مرا زیر و رو کنید، حتی اگر هر آنچه که دارید رو کنید. من ریشه در شقایق پر خون نشاندم، گلهای سرخ باغ مرا خوب بو کنید. ای بادهای سرد مخالف منم درخت، باید که ریشه های مرا جستجو کنید. ای بادهای سرد مخالف من ایستادم، این سینم که خنجرتان را فرو کنید.
مباد تیغ شما زخمیم کند، شاید بخواه مرگ مرا آرزو کنی. مردم به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تناب دار نزدیکتر میشه. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من خونه با آدم باشه، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنایی نداره.